برای یه نگاهی کلی به این گزارش، مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از لارویک نروژ همراه ما هستن. خانم حاجی‌زاده وقتتون بخیر. اگر یه نگاه گذرا بخوایم به این گزارش داشته باشیم، چه نقاط مشترکی بین کشورهایی که در انتهای این جدول قرار میگیرن وجود داره؟ ببینید، شاخص ادراک فساد عملا یک شاخصی هست که به نوعی میزان دموکراسی در کشورها رو نشون میده. یعنی هر چقدر میزان فساد در کشورها بالاتر باشه، عملا اونها با مسئله دموکراسی فاصله زیادی دارن. مشخصا کشورهایی که عمدتاً حالا طبق همین گزارش‌هایی که سالانه منتشر میشه در مورد شاخص ادراک فساد، کشورهایی که در صدر این جدول قرار دارن، عمدتاً کشورهایی هستن که شاخص دموکراسی در اونها بسیار بالاتر هست. در مقابل هم ما می‌بینیم که کشورهایی مثل ایران، بنگلادش و غیره که عمدتاً اصلا معنای دموکراسی در اونها اصلا وجود نداره، در میزان فساد در اونها بسیار خیلی گسترده است. خب این شاخص عملاً میاد فساد رو و حالا رشوه، فساد، اختلاف رو در بین دستگاه‌های دولتی و حکومتی می‌سنجه. و خب وقتی مؤلفه‌های مثلا آزادی مطبوعات، تفکیک واقعی قوا نظارت اینها وجود نداره، مشخصا باعث میشه که میزان فساد در اونها بسیار بالا بشه. یک بچه مشترک این هست که ببینید، من مثلا می‌خوام به بنگلادش اشاره کنم. این کشور مثلا یکی دو دهه اخیر خیلی کشور فقیری بود و از اون زمان تا الان همچنان میزان فساد در این کشور خیلی گسترده، مثلا معروف هست بنگلادش به فساد گسترده. اما در دو سه سال اخیر میزان رشد اقتصادی در این کشور خیلی بالا بود، یعنی مثلا بین 6-8% رشد اقتصادی سالانه داشتن. با این وجود ما میبینیم که این کشور مثلا در آخرین گزارشی که منتشر شده و همینطور در سالهای گذشته هم میزان فساد در اون بسیار گسترده بود. این نشون میده که عملا وقتی فساد در این کشورها و نبود دموکراسی درشون وجود داشته باشه، با افزایش درآمدها، با افزایش بهبود رشد اقتصادی، فساد در اونجا چون نهادینه شده گسترده میشه، بیشتر میشه و عملا اتفاقی در شاخصهای اون در میزان فساد در اونجا نمیافته. جایگیری ایران در این جدول چه درکی از وضعیت فساد عمومی در ایران به ما میده؟ ببینید، در ایران عملا فساد به نوعی با ماهیت حکومت گره خورده. عملا جمهوری اسلامی سالهای سال هست که اصلا شریانهای حیاتیش از حالا همین مسئله فساد تأمین میشه. مشخصا ما میبینیم که در سالهای مختلف هر آنچه که از پرونده های بزرگ فساد ما دیدیم و شنیدیم، عملا پرونده هایی بوده مربوط به اشخاص و نهادهای وابسته و نزدیک به حلقه حکومت. اصلا به نوعی ما میتونیم بگیم که فساد در جمهوری اسلامی در با محوریت علی خامنه‌ای در انجام میشه. کما اینکه مثلا من اشاره بکنم به همین مصوبه مولدسازی اخیر که عملا با تاکید علی خامنه‌ای به نوعی داره قانونی میکنه و چه قانونی میده به مسئله فساد و رانت. و خب قاعدتا ما میدونیم که هیچ ما اصلا معنای دموکراسی رو در چارچوب جمهوری اسلامی وجود خارجی نداره و خب با همه اینها خیلی طبیعی هستش که میزان فساد در حکومت، در ساختار حکومت که اصلا ماهیتش و بنای خودش رو بر این گذاشته وجود داره و کاهش هم پیدا نمی‌کنه، چون که اصلا بخشی از روند خودش رو از همین ساز و کار می‌گیره. سپاس از شما، مولوده حاجی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از نروژ.